به زودی در سینمای خانگی، دنیای شگفت‌انگیز صدا و تصویر با کیفیت آینه، انقلابی در فناوری به نام بلوری. فقط برای معدودی از خانه‌های سبودی مجهز به فناوری هوشمند و امکانات مخفی، بدون تضمین کیفیت تصویری بالا برای نمایشگرهای زیر 42 اینچ، فقط برای افراد با گردش مالی زیاد. عینک سبودی شامل این بسته پیشنهادی نمی‌شود. آیا بلوری در جنگ برای بقای خودش موفق خواهد شد؟ این هفته در کلیک آخرین کارهایی که سونی و بقیه برای زنده نگه داشتن این فرمت میکنن رو بررسی میکنیم. رئیس موزیلا، شرکتی که بیش از هر کس دیگه‌ای به امپراتوری مایکروسافت ضربه زده، از برنامه‌های آینده‌اش میگه. و در وب نورد این هفته هم بهترین و جدیدترین های وب رو بهتون معرفی میکنیم. خوش اومدید به کلیک. من نیما اکبرپور هستم. تصور کنید که تو خونتون جلوی آخرین مدل تلویزیون HD نشستید، با یک سیستم صوتی سابوفردار آنچنانی دارید آخرین فیلم جیمز باند یا جکی چان رو تماشا میکنید. کی که دلش نخواد. بگید ببینم، فیلماتون از روی چی نگاه میکنید؟ تا همین 4 سال پیش تنها گزینه‌ای که داشتید خرید یا اجاره DVD بود. اما میگن که اگه میخواید کیفیت بالایی رو تجربه کنید باید برید سراغ بلوری. به ما که اینطور گفتن. اما مسئله اینجاست که بلوری و پلیرش تا الان نتونسته موفقیت DVD و DVD پلیرها رو تکرار کنه. پس آینده بلوری چی میشه؟ ما نگاه انداختیم به آخرین فناوری بلوری و همطور چیزهای جایگزینی که ممکنه از اونم جلو بزن. بلوری از همون لحظه اول اومدنش با دشواری‌های زیادی مواجه شد. اولش که جنگ با فرمت HD DVD بود که در نهایت پیروز شد. با این وجود اکثر مصرف کننده همچنان گیج بودن و به همین خاطر تصمیم گرفتن که مجموعه فیلم‌هاشون رو به بلوری ارتقا ندن، هم به خاطر هزینه‌اش و هم به خاطر رضایتی که از کیفیت تصویر DVD داشتن. اما در سال گذشته به دلیل کاهش قیمت دستگاه‌های بلوری پلیر فروشش بیشتر شد. امروز قیمت بلوری پلیر بعضی جا به زیر $100 هم رسیده و همین موضوع باعث میشه که رقم فروش این دستگاه ها بالاتر بره. با این وجود آینده بلوری هنوز هم نامشخصه. مثلا شرکت های سازنده نرم افزارهای ضبط بلوری میگن که سهم فروش بلوری خام در بازار در مقایسه با DVD خام هنوز هم ناچیزه. شرکت سونی، صاحب اصلی فناوری بلوری، شبکه جدیدی به نام BD Live ایجاد کرده. با استفاده از اون یک بلوری پلیر میتونه مستقیما از طریق اینترنت به این شبکه متصل بشه و از امکانات متنوعش استفاده کنه. البته لازمه که اون بلوری پلیر با این فناوری جدید سازگار باشه. از اون طرف تلاش‌هایی داره صورت میگیره تا امکان خوندن دیسک‌های با ظرفیت بالاتر هم به بلوری پلیرها اضافه بشه. و راستش این ذهنیت که فناوری بلوری هنوز نابالغ و در حال تکامل باعث میشه که اکثریت مصرف کننده‌ها برای رو آوردن به بلوری کماکان مردد بمونن. الان داره روی استاندارد جدیدی به نام بلوری 3D کار میشه. این استاندارد امکان پخش خونگی فیلم های سه‌بعدی مثل آواتار، داستان اسباب بازی یا عصر یخبندان رو برای مصرف کننده ها فراهم میکنه. معناش اینه که باید تمام فیلماتون رو یه بار دیگه به شکل بلوری 3D بخرید. این اصلا خبر خوبی نیست، خصوصا الان که اساسا بحث بزرگی در مورد آینده همه رسانه های فیزیکی مثل دیسک و نوار پیش اومده. مثلا فروش انواع ویدیو دیسک از سال 2008 تا 2009 13% پایین اومده. دلیلش هم اینه که مردم خیلی بیشتر از قبل فیلم دانلود میکنن. حالا جالبه که در این وضعیت اکثر سازنده های بلوری پلیر اومدن برای ترغیب بیشتر مصرف کننده ها به خرید، امکان پخش مستقیم فیلم از اینترنت رو به دستگاهشون اضافه کردن که خب همین کار میتونه تأثیر منفی روی فروش فیلم های بلوری بذاره. البته خود این شرکت‌های سازنده معتقدن که اضافه کردن قابلیت پخش مستقیم فیلم از اینترنت تأثیر منفی روی فروش بلوری نمیذاره. استدلالشون هم اینه که کیفیت فیلم روی بلوری در هر حالتی خیلی بالاتر از هر نوع ویدیوی اینترنتیه. بهترین راه برای تجربه کامل یک تصویر HD اینه که بشینین پای تماشای یک فیلم روی بلوری. در حالی که پخش یک ویدیو استریم از اینترنت نه تنها به شما یک تصویر HD کامل نمیده، تازه بخش زیادی از پهنای باندتون رو هم میگیره.
در واقع میشه گفت که یه دستگاه بلوری پلیر ارزون با قابلیت اتصال به شبکه‌های در اینترنت که صدا و تصویر پخش یا استریم میکنن، بهترین شکلیه که میشه از داخل خونه به تماشای فیلم و برنامه‌های تلویزیونی پرداخت. اخیراً یک ائتلاف بزرگ از شرکت‌های رسانه‌ای، مخابراتی و کامپیوتری به نام DECE شکل گرفته با یک استراتژی و شعار کاملاً جدید. یک بار بخرید و از هر جایی که خواستید پخش کنید. معناش اینه که به زودی اگه فایل یا نسخه بلوری از یک فیلم رو خریدید، میتونید به هر جا که بخواید بدون پرداخت هیچ هزینه اضافه‌ای اون رو استریم کنید. ما میخواییم مصرف کننده ها بدون نیاز به حمل فیزیکی فیلماشون هر جایی که هستن بهشون دسترسی داشته باشن. مثلا اگه من داخل یه هتل تو لندن باشم و هتلم عضو DECE باشه، میتونم از کل مجموعه فیلمام هر عنوانی رو که بخوام مستقیما به اتاقم تو اون هتل استریم کنم. از اون طرف شرکت سونیک سولوشنز هم همین هدف رو داره دنبال میکنه، البته با ارائه یک راه حل واقعا جامع. چیزی که تا به حال هنوز ندیدیم مدلیه که بر اساس اون همه دستگاه‌ها مستقیما به فضای کلاود وصل بشن، به سرویسی مشابه جیمیل منتها برای ویدیو. در این حالت شما باید بتونید با تلویزیون، بلوری پلیر، کامپیوتر یا موبایل به حساب کاربری خودتون در این فضا وارد بشید و فیلم هاتون هم همیشه اونجا باشن و بتونین همونجا تماشاشون کنین، بخرینشون یا کرایه‌شون کنین. این کار بزرگیه، چون تمام فیلم ها باید برای استفاده روی صفحه های مختلف رمزگذاری بشن. سونیک سولوشنز پیش بینی میکنه که تعداد دستگاه هایی که از خدمات استریمش استفاده میکنن تا سال آینده از 3 میلیون به 30 میلیون برسه، که این یک جهش بزرگه. اما این بدون همکاری هالیوود ممکن نیست، همکاری که به طور چشمگیری در سالهای اخیر افزایش یافته. پس از کاهش سریع فروش CD و DVD، هالیوود چاره دیگه ای نداره. اینم از گزارش بلوری. دوست داریم نظرتون رو بدونیم درباره نبرد بین بلوری و دانلود فیلم ها. آیا به نظر شما هنوز جایی برای دیسک و فیلم و اینجور چیزا هست یا همه چیز به شکل دانلود در اومده؟ نظرتون رو بفرستید به نشونی persianclick@bbc.co.uk یا برامون توییتش کنید به @persianclick. بریم سراغ اخبار فناوری. به گفته محققان مرکز پژوهشی محصولات مصرفی NDP، تلفن‌های همراه مجهز به اندروید گوگل برای اولین بار از اپل پیشی گرفتند. بر اساس این پژوهش، فروش گوشی‌های اندروید توی 3 ماه اول سال بین مصرف کنندگان آمریکایی 28% و آیفون 21% بوده. اسکایپ اعلام کرده برای اینکه مکالمات رایگان بتونن همچنان ادامه داشته باشن، ممکنه بین اونا از پیام‌های تبلیغاتی استفاده کنه. در حال حاضر کاربران اسکایپ میتونن به طور رایگان با هم صحبت کنن و اگرم بخوام به موبایل یا خط ثابت زنگ بزنن، باید پول پرداخت کنن. اما گفته شده که رئیس اسکایپ، جاش سیلبرمن، تصمیم جدی گرفته تا به مکالمات رایگان اسکایپ آگهی بازرگانی اضافه کنه. لابد فکر میکنه پخش تبلیغات، اونم وسط مکالمه ویدئویی، هیچ مزاحمتی ایجاد نمیکنه. این هفته تعدادی از کاربران توییتر توی وضعیت عجیبی گرفتار شدن. اونها بدون اینکه خودشون بخوان، یعنی یه جورهای به زور مجبور شدن که افراد دیگر رو دنبال کنن. این مشکل اولین بار توسط یک کاربر اهل ترکیه کشف شد. اون فهمید اگه قبل از نوشتن شناسه کاربر کلمه اکسپت رو هم بمیسه، باعث میشه تا اون کاربر بخت برگشته به زورم که شده دنبالش کنه. این از سوتی اول. بعدش توییتر اومد مثلا این مشکل رو حل کنه، زد حساب کاربری خیلی‌ها رو به کل ریسیت کرد. نتیجهش این شد که اون کاربرا دیگه هیچ دوست و دنبال کننده‌ای ندارن. اینم از سوتی دوم. سوتی سومش رو خدا به خیر کنه. مدیر مرکز ثبت دامنه .ir اعلام کرده ایجاد آدرس‌های کاملا فارسی در اینترنت با پسوند .ایران در انتظار تایید شرکت آیکنه. این مرکز امیدواره که ثبت آدرس‌های کاملا فارسی تا 1 ماه آینده امکان پذیر باشه. در حال حاضر استفاده از پسوند .ایران تنها با اضافه کردن .ir به انتهاش امکان پذیر هست. مثلا برای مراجعه به سایت مرکز ثبت دامنه‌های .ایران در حال حاضر باید به نشانی web.ثبتدامنه.ایران.ir مراجعه کرد. بیشتر از 1.5 سالی که برنامه کلیک فارسی داره تولید میشه و تو این فاصله ما ایمیل‌های زیادی ازتون گرفتیم، مبنی بر این که ازمون خواسته بودین برنامه‌ها رو روی یوتیوب هم بذاریم تا شما هم ببینید. خب خبر خوب اینه که از این به بعد میتونید برنامه‌ها رو روی کانال رسمی BBC فارسی روی یوتیوب هم ببینید. برای اینکه مستقیم به ویدیوهای ما برسید، کافیه برید به این آدرس: youtube.com/bbcpersian.
خب اینجا ویدیوهای زیادی از تلویزیون فارسی بی بی سی هست، اما کافیه تو بخش جستجو به انگلیسی بنویسید کلیک تا ویدیوهای برنامه اونجا فهرست بشه. روی هر کدوم که دوست دارید کلیک کنید و ببینیدشون. برنامه رو میشه با کیفیت‌های مختلف دید. برای مشاهده های دیفینیشن یا کیفیت بالا از این منو 720p رو انتخاب کنید. اما تو هفته‌های اخیر صفحه کلیک در سایت بی بی سی هم دچار تحولاتی شده. وقتی میرید توی bbcpersian.com/click میبینید که در ستون سمت چپ برنامه‌های قبلی رو اضافه کردیم و گزارش‌های ویدئویی دیگه‌ای که درباره فناوری اطلاعاته. اگه برید تو صفحه برنامه‌های قبلی علاوه بر اینکه میتونید برنامه رو ببینید، لینک یوتیوبش رو هم میتونید پیدا کنید. اما بخش وبنورد رو هم توی ستون کناری صفحه کلیک میشه دید. آخرین وبنورد به همراه فهرستی از وبنوردهای قبلی که توی این منوی کشویی پیدا میشن. کلی هم گزارش متنی و مقاله‌های خوندنی درباره فناوری توی همین ستون پیدا میشه که بهتر از دستشون ندید. با استفاده از این فرم توی صفحه میتونید نظراتتون رو برای ما ارسال کنید یا وبسایت بهمون معرفی کنید. نیازی نیست حتما ایمیل بفرستید. این صفحه قراره که تغییرات دیگه هم داشته باشه که به مرور زمان خواهید دید. اما این وسط یه ایمیل خوب هم ما داشتیم که کلی بهمون انرژی داد از مجتبا. ای کاش از نابیناها اینکه چطور با کامپیوتر کار میکنن هم توی برنامه کلیک میگفتید. اینجا توی ایران هر کی میبینه من با کامپیوتر کار میکنم خیلی تعجب میکنه. خب ما یه برنامه کامل قبلا در این زمینه ساختیم مجتبا جان. در واقع مصاحبه هم داشتیم با استیو ووندر که خواننده مشهور آمریکایی هست و نابیناست و درباره گجت هایی که استفاده میکنه ازش سوال پرسیدیم. سعی میکنیم گزارش دیگه هم در این زمینه بسازیم. اما چند هفته پیش که ما درباره فیلتر شکن هایستک صحبت کردیم، ایمیل های زیادی گرفتیم مبنی بر اینکه لینک دانلودش رو برامون بفرستید. دوستان عزیز، ما همچین لینکی رو نداریم. در حال حاضر اساساً چنین لینکی روی اینترنت نیست، یعنی برنامه رو برای دانلود عمومی هنوز عرضه نکردن. اینطور که توی سایتشون نوشتن، این نرم افزار هنوز برای استفاده نهایی آماده نشده و زمستان امسال عرضه خواهد شد که حتماً از کلیک دربارش خواهید شنید. ببینم شما چجوری توی اینترنت چرخ میزنید؟ منظورم این نیست که از موبایل استفاده می‌کنی، از لپ‌تاپتون، یا مثلا پشت میز نشستید یا توی تختتون. اون برنامه‌ای که پنجره ورود شما به دنیای اینترنت چیه؟ مرورگرتون رو میگم. مرورگرای زیادی برای این کار وجود دارن، اما یکیشون هست که سر صدای زیادی به پا کرده. فایرفاکس اون اول کسی بهش توجه نمی‌کرد، کم کم رقیب خیلی جدی شد برای اینترنت اکسپلوری که به صورت پیش‌فرض روی ویندوز نصب میشه. حالا یک چهارم کاربرای اینترنت از این مرورگر استفاده می‌کنن. دلیلش هم اینه که به راحتی شخصی‌سازی میشه. حقیقت ماجرا اینه که فایرفاکس محصول یک شرکت غیر انتفاعیه و برخلاف چیزی که توی دنیای فناوری رسمه، مدیرش یک خانومیه به نام میچل بیکر. فایرفاکس از یک جای کوچیک شروع کرد، اما الان تبدیل شده به رقیب جدی برای مرورگر اینترنت اکسپلورر، مرورگری که مایکروسافت به طور پیشفرض روی هر ویندوزی نصب کرده. یک چهارم ما کاربران اینترنت از فایرفاکس استفاده می‌کنیم و از سرعت و انعطاف پذیریش خوشمون میاد. این مرورگر رو سازمان غیر انتفاعی موزیلا ساخته و یک گروه خبره برنامه‌نویس داره که دائما بهینه‌سازیش می‌کنن. در رأس این شرکت میچل بیکر قرار گرفته، وکیل و هنرمند پاره وقت بندبازی و همینطور بر اساس مجله تایم یکی از تأثیرگذارترین زنان دنیا. اون بهمون وقت داد تا باهاش راجع به فایرفاکس صحبت کنیم، روباه آتشین مکاری که برای رقابت همیشه کلی ترفند توی آستینش داره. میدونین وقتی موزیلا آغاز به کار کرد، همه فکر میکردن اون چه که ما میخوایم انجام بدیم غیر ممکنه. اون موقع مرورگر به عنوان یک نرم افزار مجزا اصلا معنایی نداشت و به عنوان بخشی از سیستم عامل شناخته میشد. فکر میکنم خیلی از مردم تصورشون این بود که اون علامت ای آبی رنگ یعنی خود اینترنت، اما در واقع این ای آبی رنگ صرفا یکی از راههای دسترسی به اینترنته. میشه گفت که یه دریچه است، البته از دید مایکروسافت که میخواد شما هم اینترنت رو از همون دریچه ببینید. تنها راهی که ما میتونیم با غولی مثل مایکروسافت رقابت کنیم اینه که هزاران نفر با عشق و علاقه روی چیزی که اونا از آن خودشون میدونن کار کنن. و خب اونا برای اینکه این کار را انجام بدن باید به این باور برسن که کل پروژه در مسیری که اونا میخوان داره جلو میره. That the overall project is going in the direction that they want to see it go in.
و کلن رایی که فایرفاکس در پیش گرفته اینه که اجازه بده تا هر کسی بتونه مرورگرش رو شخصی سازی و قابلیت‌های دلخواهش رو بهش اضافه کنه. این افزونه‌ها روی مرورگر سوار میشن و به کاربر اجازه میدن تا مثلا با یک کلیک از سایت لانچر استفاده کنه، یا مثلا تب‌ها یا لبه‌های مرورگر رو با پلاگینی به نام Colorful Tabs رنگی کنه. اما فایرفاکس تا حدی قربانی موفقیت خودش شده. اوپن سورس بودنش این امکان رو به برنامه نویسان میده تا تغییراتی زیاد روش ایجاد کنن. خب این یه معایبی هم داره، مثلا افزودنی ها کار با این مرورگر رو کند میکنن، در حدی که گاهی مرورگر ممکنه نتونه کار کنه. این مشکلیه که آخرین نسخه فایرفاکس یعنی 3.6 براش دنبال راه حل میگرده. ما از بعضی جنبه های نسخه 3.5 راضی نبودیم، به همین خاطر بود که نسخه 3.6 رو زودتر بیرون دادیم. به عنوان مثال متوجه شدیم که افزونه ها در خیلی موارد باعث از کار افتادن مرورگر میشه و مجبور بودیم یک کار جدی در این مورد انجام بدیم. اصولا افزونه هایی که دیگه استفاده نمیشن یا باید بروز بشن یا اینکه کلکشون کنده شه. چون ما همچین اکوسیستمی داشتیم، با نگاه دقیق تر به تنظیمات فایرفاکس این موضوع راحت تر معلوم میشه. برامون مهمه که موفقیت افزونه ها روند مداومی داشته باشه. نکته اینجاست که باید گذاشت مردم این تجربه رو مزه مزه کنن. فایرفاکس با ورود قوانین جدید در اروپا یک کم تقویت شده. کاربران اینترنت اکسپلورر حالا یک جایگزین مناسب دارن، اما هنوز معنیش این نیست که اغلب مردم دوست دارن یک مرورگر دیگر رو دانلود کنن، که این خودش یه جور مانع محسوب میشه. مردم باهوشتر از این حرفان، پس من فکر میکنم اونا درک میکنن که مرورگرها چیان و چه تفاوتایی با هم دارن. اما خب برای خیلیا یادگیری تکنولوژی در صدر لیست کارشون قرار نداره، بلکه تنها انتظارشون از این مرورگر اینه که درست کار کنه. فایرفاکس رو گوگل پشتیبانی مالی میکنه. هر بار که کسی از مرورگر فایرفاکسش توی گوگل جستجو کنه، یک بخش کم از درآمد آگهی ها به موزیلا میره. اما الان گوگل هم خودش شده رقیب فایرفاکس. گوگل با مرورگرش کروم ادعا میکنه که سریع‌تر و سبکتره و حتی قابلیت شخصی سازی هم داره. یعنی میشه با صراحت گفت که فایرفاکس سریع‌تر از کرومه؟ نه نمیتونم بگم. ما میتونیم معیارهایی برای مقایسه پیدا کنیم که این موضوع رو نشون بده، اما واقعا نمیخوام فقط در این خصوص بحث کنم، چرا که اگه یه نسخه تازه از کروم روی کامپیوتر نصب کردین شاید سریعتره. خب کروم تمرکزش روی سرعت بوده، میشه معیارهایی رو انتخاب کرد و گفت نه اینجا فایرفاکس سریعتره. به هر حال فایرفاکس 3.6 از 3.5 سریعتره و نسخه‌ای که الان داریم روش کار میکنیم سریعتر از 3.6. مرورگرها هنوز هم در حال تحولن. فایرفاکس رو میشه توی تلفن همراه استفاده کرد. این کاری که میشه زودتر از این هم صورت بگیره. بیشتر رقبای فایرفاکس این کار رو زودتر کردن. گوشی N900 نوکیا نسخه موبایلی فایرفاکس رو پشتیبانی میکنه و گوشی‌های دیگه هم این کار رو امسال خواهند کرد. باید منتظر تغییرات زیادی در آینده بود. خب ما در واقع آینده خودمون رو به تلاش مردم برای دسترسی به وب گره خورده می‌بینیم. یه پروژه آزمایشی رو به نام ویو داریم دنبال می‌کنیم. هدفمون در این پروژه اینه که تمام قابلیت‌های خوب فایرفاکس رو برای کاربران آیفون هم ارائه بدیم، همینطور برای بلک بری و بقیه. فکر می‌کنم مفهومی که ما الان از یه مرورگر سراغ داریم به زودی تغییر می‌کنه، کما اینکه تو 5 سال گذشته تغییرات زیادی کرده و در واقع دیگه صرفاً یه مرورگر نیست. چیزی که من بهش امیدوارم اینه که مرورگرها همچنان ابزار اصلی تماس با اینترنت باقی می‌مونن. شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگی که برای ساخت و کنترل برنامه‌های تحت وب فعالیت می‌کنن روز به روز قوی‌تر می‌شن، ولی حتی در اون موقع هم من کاربر ابزار لازم رو برای استفاده بهتر از این امکانات دارم. But that I have some tools to reach back. میچل بیکر، مدیر عامل شرکت موزیلا، کسی که ایده روباه آتشین مال اون بود. اما صرف نظر از اینکه از چه مرورگری برای جستجو در اینترنت استفاده می‌کنید، فایرفاکس، اپرا، سافاری، کروم، نتسکیپ یا حتی اینترنت اکسپلورر، نیاز به یک نقطه شروع برای وبگردی دارید و بیتا اینجاست تا این بهانه رو دستتون بده. اگه بخواین که خونه یا محل کارتون همیشه و از همه جا زیر نظرتون باشه، نیازی به دوربینای آنچنانی ندارین، چون میشه این کار رو با همین وبکمای معمولی هم انجام داد. البته واقعیتش اینه که کی حوصله یا وقت داره ساعت‌های فیلم یه نواخت رو به امید پیدا کردن یه چیز مشکوک نگاه کنه؟ تازه فکر کنیم برای ذخیره کردن این همه تصویر چقدر حافظه لازمه؟ خب با راه حل مونیتورینگ به شیوهی ویتامین دی همه این مشکلات حل میشه.
این برنامه از یه فناوری خاصی به اسم Hierarchical Temporal Memory Architecture استفاده میکنه. میدونم اسمش خیلی قلمبه سلمبه است، اما در واقع کارش بر این اساسه که هر جور فعالیت غیر معمول رو تشخیص میده و قسمت مربوط به اون رو توی فیلم براتون هایلایت میکنه تا بعداً بتونید به راحتی برید سراغش. میتونید اون رو طوری تنظیم کنید که با دوربینای آی پی یا وبکم هم کار کنه. ویتامین دی به محض اینکه در باز میشه یا کسی وارد یا خارج اتاق میشه را میفته. تنظیم کردنش خیلی ساده و سریعه و حتی میتونه در صورت بروز یه فعالیت مشکوک براتون یه ایمیل هشدار دهنده بفرسته. نسخه تک دوربینی اون یا استارتر ادیشن مجانیه، اما برای نسخه چند دوربینه باید پول بپردازید. خلاصه که مواظب کاراتون باشید، چون اینطوری 24 ساعته تحت نظرید. یکی از مشکلاتی که موبایلای تاچ اسکرین دارن صفحه کلید مجازی شونه. آدم همیشه تو تایپ کردن باهاشون مشکل پیدا میکنه، اما اونایی که از اندروید استفاده میکنن دیگه میتونن از این بابت یه نفس راحت بکشن. این اپلیکیشن مجانی سایز دگمه های روی صفحه کلید رو بسته به چیزی که میخواین بنویسین عوض میکنه. راستش این برنامه اونقدر خوبه که به فکر افتادم ببینم تو آیفونم مشابهش هست، اما متاسفانه اپل یه جورایی نسبت به اینترفیس یا واسط کاربریش تعصب داره و نمیتونید صفحه کلیدش رو دستکاری کنید. تنها چیز به اصطلاح مشابهی که تونستم پیدا کنم این بود. با شیپ رایتر میتونیم با استفاده از کشیدن انگشتاتون روی صفحه به جای تک تک فشار دادن دکمه ها تایپ کنیم. خود برنامه حرکت انگشتای شما رو ارزیابی میکنه و تشخیص میده که میخواین چه کلمه ای رو وارد کنین. اگه بخوای میتونین اونو توی اندروید هم داشته باشین، اما مشکلی که من باهاش داشتم این بود که انگشتام جلوی دیدم و روی صفحه کلید میگرفت. ایده بامزه ای، اما اگه جای حروف و حفظ نباشین کارتون یکم سخت میشه. حالا میریم سر وقت یه مجله موسیقی آنلاین که پر از خوندنیای مفید و جذاب درباره موسیقی ایران و جهانه، اونم به زبون فارسی. نه از من تشکر نکنید، از پیمان شیرپور تشکر کنید که اونو به ما معرفی کرده. این مجله خوشمنظر و پرمطلب موضوعای مربوط به دنیای موسیقی رو برای خواننده ها بالای صفحه دسته‌بندی کرده. این دسته‌بندی بر اساس مقوله هایی مثل زندگی نامه، ایرانی، جهانی، گفتگو، موسیقی فیلم و چیزهای دیگه است. اگرچه مطالبی درباره موسیقی غیر ایرانی هم توی سایت هست، اما به نظر میرسه که بیشتر نوشته ها به موسیقی ایرانی اختصاص داده شدن. جدا از این که میتونید روی هر دسته کلیک کنید و مطالب توی اونو بخونین، اگه جزو کسایی هستین که دنبال جدیدترین یا محبوبترین مطالب هستن، دو تا گزینه اضافه هم دارید تحت عنوان های مطالب پربازدید و آخرین مطالب که پایین صفحه هستن و کارو براتون آسون میکنن. در ضمن این سایت حق چاپ محفوظ یا کپی رایت داره، پس اگر میخواین از مطالبش جایی استفاده کنین باید حتما این کارو با ذکر منبع انجام بدید. اگه وبسایتی هست که فکر میکنید ما باید توی کلیک معرفیش کنیم، برامون ایمیلش کنید به persianclick@bbc.co.uk یا اینکه توییتش کنید به @persianclick. برنامه رو میتونید توی وبسایت ما تماشا کنید. آدرس وبسایت ما هست bbcpersian.com/click. همینطور میتونید تمام سایت هایی که توی وب نورد معرفی کردیم اونجا پیداش کنید. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.